بسم الله الرحمن الرحیم. برادران دانشمند و روحانی بزرگوار، خواهر گرامی خانم دکتر شریعتی، برادر عزیز احسان، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به چه دلیل برای دکتر شریعتی جلسه ای القا میکنیم و یاد او رو او را گرامی میداریم؟ به چه سبب جلسه عظیمی که مردان و زنان مبارز را در بر گرفته است، روحانیین روشنفکر در آن حاضرند، رهبران فکری از هر سوی در آن گرد آمده اند و من در مقابل خود همکنون رئیس دانشکده حقوق آقای دکتر محمد فرهاد و برادر دانشمند خود دکتر مانی شفیق را و رهبران فکری دیگر را در برابر خود می‌بینم، برای چه در اینجا همه جمع شده این و یادبود دکتر شریعتی را گرامی می‌داریم؟ چه رفت بین ما با او هست و چه چیز او را به ما مربوط می‌سازد؟ جواب این حرف را در وضع انسانی که در مقابل زندگی خود و اوضاع خود و محیط خود مطالعه می کند و در افق خود نگران است، هیچ یک از حقایق در زندگی او و در جامعه او بلند پروازی او را راضی نمی کند، همچنان به افق می نگرد و تصمیم می گیرد تا محیط خود را تغییر دهد. حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده است که می فرمایند بیش از همه مردم پیغمبران گرفتارند و ناراحتند و صدمه می خورند، پس از آنها اوصیای پیغمبران و سپس هر کس از دیگری بهتر باشد زحمت و رنج بیشتری خواهد داشت. این حدیث شریف از زحمت کسانی که تصمیم به تغییر جامعه خود را می گیرند نشان می دهد. جامعه اونها آنها را راضی نمی کند. می خواهند جامعه را تغییر دهند. از کسانی که از وضع فعلی جامعه بهره برداری می کنند عذاب می کشند و رنج می برند. و هرچه بلند پروازی آنها و افکار آنها بلندتر باشد، صدمه بیشتری را تحمل می کند. در هر حال ما آنگاه که به افق خود می نگریم، حقیقت زندگی روزمره خود را در لبنان و در جهان عرب و در همه جهان نگاه میکنیم، حس میکنیم که در وضع امروز چنان که در وضع دیروز نیست، نیز چیزی که بلند پروازی ما، آرزوهای ما را تأمین کند و ما را قانع کند نمیبینیم. در مقابل این وضع نامساعد، مردم به چهار دسته تقسیم میشوند. دسته ای در مقابل واقعیت موجود تسلیم میشوند، در او آب می شوند، با او می سازند، از او تعریف می کنند، سعی می کنند که برای او فلسفه‌ای مطرح کنند، با او را تصحیح کنند و او را صحیح بشمارند، در نتیجه با او همکاری می کنند و فاسد می شوند. این مردم مردم ضعیفی هستند که ما از آنها نیستیم و آنها را از خود نمی بینیم. دسته دیگر که از اینها قوی تر هستند، این وضع را نمی پذیرند ولی کن از این وضع فرار می کنند، هجرت می کنند، به جامعه های دیگر پناه می برند، به اروپا یا امریکا یا آسیا می روند، از پناهگاه دیگری برای خود می یابند که در آنجا زندگی کنند. این دسته از مردم دسته اول قوی ترند ولی ما باز آنها را نمی پذیریم و خود را از آنها نمی دانیم. دسته سوم که از دسته اول و دوم قوی ترند، تسلیم نمی شوند و فرار نمی کنند، سعی می کنند جامعه خود را تغییر دهند و اوضاع را بر وضع مساعدی که خود می خواهند تبدیل کنند. تصور می کنم که شما از آن دسته مردم هستید، زیرا جلسه ای رو که برای فاتحه و بزرگ داشته مرد بزرگی که
او را تربیت شده درد و رنج مردم میشناسیم، در حزن او مجلسی به پا میکنیم، ولی همونقدر که حس میکنیم رهبر انقلاب و سر شعله روشن انقلاب ابو عمار در جلسه ما شرکت میکند، یک مرتبه جلسه عزای ما به جلسه فرح و سرور تبدیل میشود و از ضعف قدرت به وجود میآید و از حزن شادمانی و از یأس امید. بنابراین شما و ما از مردم دسته اول و دوم نیستیم، بلکه برای تغییر جامعه خود سعی میکنیم. ما حتما آنچه در جامعه ما و در منطقه ما و در جهان میگذرد راضی ما را راضی نمیکند، ولی ما نتسلیم میشویم و نفرار میکنیم و سعی میکنیم این محیط را تغییر دهیم. در اینجا نیز کسانی که محیط خود را میخواهند تغییر دهند به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول کسانی هستند که اسلحه دیگران را به عاریت میگیرند. بعضی از احزاب که ما با آنها ارتباطی نداریم و با آنها عقیده نداریم، کسانی هستند که از دسته اول و دوم نیستند و از آنها بهترند، ولی سعی کردند اسلحه دیگران را در راه تغییر جامعه خود استعمال کنند. این مردم مصداق قول مولا امیرالمؤمنین هستند که می‌فرماید کسی که به دنبال حق می‌گردد و اشتباه می‌کند، نمی‌توان او را با کسی که به دنبال باطل می‌گردد و به او می‌رسد مقایسه کرد. صحیح است که ما با این دسته از مردمی که می‌خواهند جامعه خود را با اسلحه عاریتی تغییر دهند نیستیم، ولی آنها را احترام می‌کنیم و آنها را از دستجات دیگر بهتر می‌شماریم. ما هرچند از این مردمی که برای تغییر جامعه خود قیام کرده اند و ایدئولوژی دیگران را برای تغییر استعمال می کنند با احترام یاد می کنیم، ولی خود را از آن دسته نمی دانیم، زیرا معتقدیم اصلی را که برای تغییر جامعه باید استعمال کرد با زمین و آسمان ما باید تناسب داشته باشه و ما نمی توانیم ایدئولوژی و افکار عظیمی که برای ما در زیر این آسمان و روی این زمین وجود آمده، نمیتوانیم از ایمان به خدایی که برای ما بلند پروازی و هدفهای بی نهایت ایجاد میکنه چشم بپوشیم. بنابراین از این دسته نیستیم. آنگاه که خود به خود مطالعه میکنیم و به جهان عرب میگریم، میبینیم که اوضاع جهان عرب خوب نیست، ما را سرفراز نمیکند. دسته ای تروریست در اسرائیل حکومت می کنند. ترور خود را به صورت رسالت در آوردند و می خواهند رسالت مقدس آزاد کردن فلسطین را به صورت ترور نشان دهند. در این حال در جهان کسانی را می بینند که به حرف نامناسب آنها گوش فرا می دهد. این اوضاع ما را پریشان می کند و ما را ناراحت قرار می دهد. خوب که به جهان خود می نگریم، وزیر خارجه امریکا را می بینیم آمد رفت می کند، رهبران کشورهای عرب را می‌بیند، با همه گذشت‌هایی که اونها کردن بازم از اونها گذشت‌های بیشتری می‌خواهد. این امر برای ما قابل تحمل نیست. ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تمام گذشت‌هایی که جهان عرب از نظر اقتصادی و نفتی و جغرافیایی و جنگی در مقابل آمریکا کردن، هنوز هم جهان از کشورهای عربی گذشت‌های دیگری را خواستار است تا بتواند ارهابگران اسرائیل را راضی کنند. بنابراین به هیچ وجه ما نمیتوانیم این وضع را قابل قبول بدانیم. و هرچند که امروز نتوانیم این وضع را تغییر بدهیم، ولی حتی اقل گام اول را در راهی که 1000 کیلومتر مسافت دارد میتوانیم گذاشت. اگر امروز نتوانیم این وضع را تغییر بدهیم، فردا تغییر خواهیم داد. بنابراین ما باید تصمیم بر تغییر این وضع بگیریم. از طرفی به وضع داخلی خود نگاه میکنیم، میبینیم که یک سال از جنگ کثیف لبنان، جنگی که هیچ پیروزی در اون نیست، گذشته است. در این معرکه‌ای که بر ما تحمیل شد بدون سبب تلاش کردیم، همه سعی کردیم هدفهای خود را حفظ بکنیم، با تمام مشکلات و مصیبت هایی که این جنگ برای لبنان بار آورده است، هنوز میبینیم دسته ای از این طرف
هنوز در حال تشنج و به جنگ دعوت میکنند و دسته دیگر تسلیم شده و سر در مقابل طغیانگران فرو آمدند. بنابراین وضع را ما نمیتوانیم قابل قبول بپذیریم، وضع داخلی خودمون را نمیتونیم صحیح بپنداریم. با این ترتیب تلاش میکنیم که از نظر وضع داخلی و وضع جهر و وضع عربی و وضع جهانی وضع را به کلی عوض کنیم و در راه عوض کردن این وضع اقدام بکنیم و سعی نماییم. زیر راه دیگر برای ما تسلیم کردن است و ما جزء دسته تسلیم گران نیستیم، یا فرار کردن است و ما جزء دسته فرار کنان نیستیم. از اون طرف نیز اسلحه دیگران و ایدئولوژی دیگران را نمیپذیریم، زیرا آنها از ما میخواهند که ما اعلام افلاس خود بکنیم. ما در افق خود تجربه های عظیم داریم. ما انقلاب های اصیلی که در روی زمین ما و در زیر آسمان ما وجود آورده است و جهانی را دگرگون کرده است داریم. تجربه‌ای که توانسته است با تمام فقر و ضعفی که در ابتدا شروع شد با قدرت قدم های محکمی بردارد و رفته رفته تمام افق را تغییر دهد. ضعف را به قدرت، یأس را به ایمان، پراکندگی را به اجتماع تغییر بدهد. ما به دنبال چنین اسلحه‌ای می‌گردیم، چنین ایدئولوژی می‌گردیم. و چون خوب افق نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مردی به نام دکتر علی شریعتی ظاهر شده است که می‌تواند انقلاب اصیل و افکار اصیل و ایدئولوژی اصیل منطقی ما را خوب توضیح دهد. بنابراین او برای ما یک ثروت غیر قابل تنازل، یک ثروتی که با هیچ قیمت دیگر قابل تعویض نیست میباشد. او را میپذیریم و به عنوان کسی که از افکار بزرگ و اصیل او میتوانیم استفاده بکنیم احترام میذاریم. افکار او توانسته است تجربه عظیم تاریخی ما را که تاریکی ها را به نور و کفر ها را به ایمان و پراکندگی ها را به هماهنگی تجربه کرده است نشان ما دهد. کلمات دکتر علی شریعتی با کمال وضوح ثروت عظیمی را در مقابل ما میگذارد که ما او را احترام میگذاریم. همچنان که اگر از فتح و سازمان الفتح احترام میکنیم، نه تنها برای این است که انقلابی علیه باطل و یا برای آزاد کردن زمین های اشغال شده است، از این جهت است که فتح را یک انقلاب اصیل میدانیم، انقلابی میدانیم که در روی زمین ما و در زیر آسمان ما و به ارتباط به افکار ما و قلب های ما و آرزوهای ما تناسب و هماهنگی دارد. به این دلیل ما از فتح احترام میگذاریم و با از فتح تایید میکنیم. ما از فتح و از دکتر شریعتی احترام میکنیم، زیرا آنها تغییر دهندگانی هستند که در ایدئولوژی اصیل خود تکیه کردند. آنها را بنابر اصطلاح قرآن کسانی میدانیم که در صراط مستقیم حرکت میکنند، نه آنان که مغلوب علیهم هستند و نه آنان که در سلک الضالین محسوب میشوند. احترام دکتر شریعتی برای اصالت فکری اوست. او و کسانی که این راه را می‌زنند می‌توانند نیروهای عظیمی را که در حال حاضر در جهان را که دست تحریک کنند. چه بسیار نیروهایی که در مساجد و معابد و در دکان‌ها و در گوشه‌های زندگی، در پیاده‌روهای زندگی فراکل و مهمل ماندند. این افکار را اصالت فکری تنها و تنها می‌تواند حرکت دهد و از آنها نیروی عظیمی بسازد. بنابراین این نیروها همه می شود آنان را کشان که تقسیم کردیم از دسته چهارم حساب کرد، دسته که تسلیم نیستند، فرار نمی کنند، اعتراف به ضعف افلاس خود ندارند، بلکه برای تغییر با روش اصیلی تلاش می کنند. بنابراین می توانیم ما خود را جزء این دسته بشمریم و ما در این جلسه دور هم جمع شده این کسانی هستیم که در سلک این دسته حساب می شوند، کسانی که برای تغییر با هدف های اصیل سعی می کنند. انقلاب فلسطین و ایتره در لبنان، تمام این انقلاب هایی که در سرتاسر جهان هستند به احترام دکتر شریعتی دور هم جمع شده ایم. ما دسته هایی هستیم که خود را می توانیم جزء جهان چهارم بخوانیم. درست است که ما جزء جهان سوم هستیم، از نظر این که زیر بار دو نیروی عظیم جهان و قهر و قدرت شرق غرب آرام نمی رویم و بنابراین جز جهان سوم حساب می شویم.
ولی جهان سوم هم دو دسته هستند، کسانی هستند که به افلاس خود اعتراف کردند و از دسته ای از دو دسته جهان از چپ یا راست ایدئولوژی کسب می کنند و آریه می گیرند، و کسانی که به اصالت خود، به اصالت زمین و آسمان خود تکیه می کنند. این دسته را ما جهار چانون بیدانیم و معتقدیم که اینها باید دور هم جمع شوند تا با قدرت هم قدرت پیدا بکنند و با اجتماع خود خود را از زبان غربت و ضعف و پراکندگی جدا کرده در حالت قدرت نشندند. بنابراین دکتر شریعتی همچنان که در زمان حیات از او استفاده های فراوان کردیم، از مرگ او نیز توانستیم نیروهای اسیر و مؤمن دور هم جمع شوند. این نیروهایی که اگر دور هم جمع شوند از یکدیگر کسب قدرت میکنند و از خدای لامتناهی که به واسطه ایمان به قلب و عقل ما راه پیدا میکند و ما به او راه پیدا میکنیم، حتما میتوانیم کسب قوت بکنیم. ما در این حال چون خوب مطالعه میکنیم، وضع عمومی خود را مشاهده میکنیم، میبینیم که این نیروهای اصلی، این پاکان مبارز، این مؤمنین به خدا حتما باید دور هم جمع شوند و الا آنها با شدت و قساوت از همه طرف با آنها جنگ خواهد شد. حتی جنگ را در داخل خانه های ما خواهند کشید اگر دور هم جمع نشده و از خود دفاع نکنیم. ما مشاهده میکنیم بعد از اینکه جنگ لبنان گذشت و دو سال در جنگ بودیم، جنگی که بر ما تحمیل شد و ما فقط روش دفاعی داشتیم، دفاع از وطنمون میکردیم، دفاع از وحدت و یکپارچگی لبنان و دفاع از عرب بودن لبنان و دفاع از قضیه لبنان که انقلاب فلسطین است، دفاع میکردیم بدون اینکه قصد فساد و یا برتری‌جویی داشته باشیم. هنوز هم دست خود را به طرف همه دراز میکنیم تا برای وحدت لبنان و سلامت قضیه مقدس خود بتوانیم قدرتی ایجاد بکنیم. این حق طلبی و حق جویی اگر به صورت قدرتی در نهایت و اگر با اجتماعی که این نیروها با هم دارند تبدیل به قدرت جهانی نشود، جهان ما را تضعیف میکند و اختلافات خود را در بین ما راه پیدا میکند، صفوف ما را متشتت، قدرت ما را پراکنده و در بین صفوف ما وسیله جدایی فراهم خواهند کرد. بنابراین حتما ما باید دور هم جمع بشویم. برادران عزیز، هیچ چیزی به قدر پراکندگی صفوف نمیتواند انسان را و قدرت انسان را تضعیف کند و در نتیجه از هدف انسان را دور سازد. برادران عزیز، آیا نمیشنوید که نخست وزیر اسرائیل تروریست میگوید اسلحه اسرائیلی در جنوب لبنان مسیحیان را حمایت میکند و از کشتار و قتل عام آنها جلوگیری میکند؟ آیا در لبنان ما این اهانت را میپذیریم، مسلمان باشیم یا مسیحی؟ آیا هزار سالی که ما با مسیحیان هماهنگ بودیم، همکاری میکردیم، با هم زندگی میکردیم، با هم غذا میخوردیم، رفت آمد میکردیم، در دهات مشترک با هم کار میکردیم، آیا اسرائیلیان کجا بودند؟ اصل اسرائیل بود که بین ما و برادران مسیحی ما تفرقه انداخت و هیچ وقت ممکن نیست که اسرائیل روابط ما را حتما اسرائیل سعی میکنه روابط ما را به هم زند. خوب دقت کنید، دو سال جنگ شد، همانگاه که جنگ آرام شد اسرائیلیان سوء استفاده کردند و جنگ را به صورت مذهبی در جنوب لبنان شعله ور ساختند. اگر کسانی هستند که حافظه کافی ندارند ولی کسانی هستند که به خاطر دارند، از پاتریارک قریش بپرسید، مرد پاک و راستگو، سوال کنید که آنگاه که کشیش یافا و حیفا بود و اسرائیل دولت باسل خود را تأسیس کرد، ابتدا بین مسلمانان و مسیحیان در اونجا تفرقه انداختند و به مسیحیان گفتند ما با شما کاری نداریم، فقط مسلمانان را میخواهیم بیرون کنیم. آنگاه که مسلمانان را ترد کردند، اون وقت سراغ مسیحیان آمدند. ابتدا آنها را به موارنی و کاتولیک و روم تقسیم کردند و یکی یکی از آنها سوال جواب کردند و اموال آنها را تولید کردند و سپس همه را بیرون کردند. من دو یا سه بار این داستان را از بطرک خودم شنیدم. بنابراین رئیس وزرای اسرائیل به کی میخنده؟ آیا چه کسی را میتواند گول بزند؟ چه کسی در لبنان مشکلات ایجاد کرد؟ سه سال پیش درست در مثل همین اوقات من خود شخصا در کلیسیای کبوشیگین موعظه
روزه را القا کردند و این درست مثل آن میماند که یک نفر کشیش خطبه جمعه را ادا بکند. چه کسی میتوانست که به شأن لبنانی برسد؟ چه کسی میتوانست مانند همزیستی مسلمانان و مسیحیان در لبنان منظره مشابهین در تمام جهان ادراک بکند؟ چه کسی مشکلات را برای ما جز اسرائیل خلق کرد؟ بنابراین در این روز باید ما با هم همکاری بکنیم، دست در دست یک دیگر و قلب در کنار قلب یک دیگر، لبنانی ها هم دست باشیم، لبنانی ها و فلسطینی ها همکاری کنیم، لبنانی ها و فلسطینی ها و سوریه ها هماهنگ باشیم و به همه عرب صف واحد تشکیل دهیم و در مقابل خطرهای روزافزونی که روز به روز شدت پیدا می کند و به جهنم خطرناکی که جز با جهنم قلب دیگر و رفقای او نظیر ندارد جلوگیری بکنیم. تا کجا می توانیم مشکلات ما پیش رود و آیا تا چه حد می توانیم در مقابل مشکلاتی که برای ما تأسیس و اختراع می شود صبر کنیم؟ آیا بعضی از اختلافاتی که در جهان وجود داشته کافی نبوده است؟ مشکلات لبنان که هنوز اون مشکلات را باید در لبنان منتقل کنند و ما را به درد سر و گرفتاری و پریشانی وادار کنند؟ آیا کار بعضی از برادران عرب ما که بر جنگ ما جز ضرر اثر دیگری نداشتند هم اکنون میخواهند سعی کنند اختلافات خودشون را در جنوب ما و در کشور ما اجرا بکنند، آیا کافی نیست برای آنها از طرف دیگر تا آن حد ما را ضعیف میپندارند که شروع کردند با قلبهای ما و با احشاء ما بازی کنند؟ هر روز میشنویم گوشه ای امامی و سازمانی به وجود آمده است، هر روز به یک جمعیت خیریهی وعده و وعید داده میشود، هر روز شنیده میشود که میخواهند برای شیعیان خدمت گذاری کنند و خیر شیعیان را میخواهند. آیا این دولت شرقی که این ادعاها را میکند خیر شیعیان را حقیقتا میخواهد؟ اگر خیر شیعه را میخواست چرا دکتر شریعتی را کشتند؟ اگر خیر شیعیان را و خدمت علمای دین را میخواستند چرا طالبانی را زندانی کردند؟ چرا ما علما و مفکرین بزرگی مسلمان را در ایران و به دست سواک سازمان امنیت ایران زندانی میکنند؟ مخابرات ایران است که صفوف شیعه را پاره پاره میکند و مردم را به زندان میاندازد و وجود ما را به خطر انداخته است. آنها میخواهند برای ما خطی انتخاب کنند که ما اون خط را نمیپذیریم. ما به هیچ وجه قبول نمیکنیم که یک دست خارجی وحدت مذهب ما را و وطن ما را پراکنده و متشتت بکنند. به هیچ وجه این روش را نخواهیم پذیرفت. صحیح است که ما در جنگ ضعیف شدیم و مشکلات فراوان داریم و مشکلات داخلی ما و پریشانی های ما و گرفتاران ما از حد تمکن ما خارج است، ولی هنوز آنقدر خون در جسم ما جریان دارد و همتی در وجود ما وجود دارد که بتوانیم به این تصمیم های خطرناک نبگوییم. بزرگان ما و رهبران ما تنها و تنها در مقابل تاریخ می ایستادند و نمی گفتند. ما مشاهده می کنیم هر روز در زمان ما سعی می کنند از اینجا و اونجا آخون بتراشند، امامه بسازند، سازمان های سری و علنی رو وجود بیاورند. هر روز می شنویم که علاقمندی خود را به شیعه می خواهند نشان دهند. به هیچ وجه علاقی به شیعه وجود ندارد. آنها می خواهند شیعه را از طریق حقیقی خود که طریق مبارزه و طریق راه علی و حسین است باز دارد. آنها می خواهند ما را از راه رد کردن فساد و نگفتن به استثمار و استعمار و استهمار بنابر قول مرحوم دکتر شریعتی باز دارد. ما به هیچ وجه لبنان عظیم خود را که شهر آزادی و بیداری و تلاش است، کشوری که همزیستی را نمونه است، کشوری که مبارزه فکری را در راه اختیار افضل اختیار کرده است، کشوری که هجرت با هجرت خود تمدن دنیا را پایه‌ریزی می‌کند، کشوری که سرچشمه مقدس‌ترین انقلاب‌ها یعنی انقلاب فلسطین بوده است، به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که مردان کوچکی که جز پول، آن هم پول نفت، در اختیار دارند وارد خانه‌های ما بشن و در ضمن صفوف مذهب ما داخل شده و آنها را پراکنده کنند و در هر گوشه‌ای
رهبری و محوری بسازند. ما به هیچ وجه این روش را نمیپذیریم و با این روش مبارزه خواهیم کرد. آنها کسانی هستند که علی و حسین را سعی میکردند بکشند و آنها را از حقوق خود محروم کنند. آنها نمیخواهند ما در این راه قدم برداریم و به این دلیل سعی میکردند مردم را گمراه بکنند. ما اگر هیچ امتیازی نداشتیم جز این که ادراک و تشخیص اوضاع روزانه خود را که به نام اجتهاد در تاریخ ما معروف است، همین کافی بود که نتوانند توطئه های آنها در ما اثر بگیرد و سحر آنها در ما نتیجه بگذارد. بنابراین مزدوران خارجی حتی اگر امامه بر سر داشته باشند، مزدوران آنان حتی اگر به نام امام نامیده بشوند، باید به جهنم بروند، به جهنم فساد و به جهنم پول و به جهنم دشمنان و علی حسین و علی و حسین سلام الله علیهما بروند. اگر آنان علاقمند به شیعه بودند، روحانیون بزرگ و شخصیت های مبارز را در زندان نمی کشتند. صدها هزار زندانی در زندانشون نداشتند. به هیچ وجه ما نمی توانیم این روش رو بپذیریم. ما در اینجا دکتر شریعتی رو احترام می گذاریم، زیرا دکتر شریعتی نمونه یک مبارزه اصیل و عظیم است و به همین نیز تسلیت می جوییم، زیرا فکر دکتر شریعتی در بین مادرخشان است و فکر دکتر شریعتی افراد مبارز جهان را در هر جا باشند به دوری دیگر جمع کرده است. بنابراین دکتر شریعتی در مرگ خود به ما موهبت دیگری عطا کرد که ما را دور خود جمع کرد و توانستیم با هم در کنار هم بنشینیم و به دشمنان خود بیندیشیم و سعی کنیم افکار خود را با دیگر در میان بگذاریم و به این طریق وضع بهتری برای خود و مردم خود در نظر بگیریم و ایجاد بکنیم. ما در مقابل این مبارزات با بیداری کامل و با ادراک کامل مبارزه خواهیم کرد و دست در دست تمام مردم شریف جهان می دهیم. ما برادروار با تمام لبنانیان از نو درخواست می کنیم که افکار خارجی و تحریکات خارجی و دشمنی های خارجی و منافع خصوصی را کنار بگذارند و با دیگر دست در دست هم داده و برادران فلسطینی و برادران عرب همکاری کرده از مشکلات عظیمی که در پیش داریم خود را نجات دهیم. حتما در وقتی که دست در دست هم و رو در کنار روی دیگر و عقل در کنار عقل دیگر داشته باشیم و قلب ما با هم اتصال پیدا بکند، این قلب رفته به قلب آفرینش، به قلب ابدیت آفرینش، به ایمان به خدا ارتباط پیدا خواهد کرد و قدرتی برای ما ایجاد خواهد کرد که این قدرت قابل شکست در مقابل هیچ کس نخواهد بود. بنابراین به امید خدا و با اعتماد به خدا و با راهنمایی به خدا به دور دیگر جمع آییم و به سوی بهبودی زندگی مردم گرفتار جهان قدم برداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.